أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. این آیه در خلال مسائل انفاق که بخش از آیات انفاق گذشت و بعضی از آیات انفاق هم در پیش هست، برای آن است که خود هم مصداقی از انفاق خواهد بود. یعنی اگر خدای سبحان ما را به انفاق دعوت کرده است، خود هم کریمانه انفاق دارد. اگر دیگران متاع دنیا را انفاق می کنند، خدای سبحان خیر کثیر را انفاق می کند. و انسان موظف است که متخلق بشود به اخلاق خدا. اگر توان اون را نداشت که به دیگران خیر کثیر بدهد، لااقل از خیر یا خیر قلیل مضایقه نکند. پس خود این هم انفاق است. گذشته از این که همه تعالیمی که تاکنون فرموده بود انفاق است، این که می فرماید مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبت انبت از سبع سنابل، همین تعلیم خود انفاق است. منتها بالاتر از تعلیم که ایتای حکمت است، اون را به عنوان یک انفاق خاص یاد کرده است. پس خود یعطی الحکمه هم یعنی ینفق الحکمه و یعطی الحکمه. این یک مطلب. نه، مال هم همینطور است. خدا هر کی را بخواهد میدهد. فرزند هم این چنین است. یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور. فرزند هم همینطور است. مال هم همینطور است. مشیت و اراده خدای سبحان روی حکمت است. اما هدایت هم این چنین است. ولی حکمت که یک عطیه خاصی است، به هر کس نمیدهد، چون هر کس شایسته دریافت اون حکمت نیستند. مطلب دوم آن است که در خلال این مسائل، گذشته از اینکه فضائل انفاق را فرمود، اون عللی که انسان را وادار به انفاق میکند و اون موانعی که انسان را از فضل انفاق محروم میکند، اونها را هم گوشزد کرد. از شیطان یعیدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء و الله یعیدکم مغفرة منه و فضلا. حالا خاطره ای در دل انسان پیدا شده است. گاهی انسان نمی‌داند این خاطره تهدید به فقر است یا تشویق به خیر است. گاهی می‌خواد خودش فریب بدهد. گاهی به عنوان اینکه ما نیاز به این مال داریم، می‌خواد با حیله‌های شرعی از پرداخت وجوه الهی محروم بماند. همونطوری که بعضی از مفسرین هم اشاره کردن، گاهی انسان برای اینکه از فضائل انفاق محروم بشود، هنگامی که چند روزی مونده به حلول حول، مقداری از نصاب را به یکی از اعضای منزلش هبه می کند که این نصاب در طی سال در اختیارش نباشد. وقتی سال حلول کرد، این مال به نصاب نرسیده باشد، بعد از گذشت سال دوباره از اونا می گیرد. گوسفند دارد، موقع حلول حول رسیده است، چند از این گوسفندا را به همسرش اهدا میکند که مبادا در هنگام حلول سال به نصاب رسیده باشد، بعد از گذشت سال مدش پس میگیرد. این گونه از امور جز حیله‌های شیطانی چیز دیگر نیست. این همه فضائلی که قرآن کریم برای انفاق بازگو کرده است، گاهی در اثر همون تهدید شیطانی انسان از اون خیر کثیر محروم میماند. خب حالا انسان چه کند که از این گونه از حیله ها نجات پیدا کند؟ اولا چه کند که بفهمد این خاطره خاطره رحمانی است یا خاطره شیطانی؟ چون تشخیص اینا کار آسانی نیست. برای کسی که راهی این راه شد آسان هست، اما برای مبتدیان این راه آسان نیست. بعد از این که تشخیص داد، اونگاه به فکر حیله شرعی می افتد که مسئله را حل کند. خب اگر این گونه از حیله ها مرضی حق سبحانه و تعالی بود، در برابر اونها لااقل اشاره می کرد. حکمت چیزی است که انسان با دریافت او می تواند وعده های شیطانی را از وعده های رحمانی امتیاز بدهد. این دو مطلب. سوم این که حکمت
کمم باشد زیاد است، دنیا زیادم که باشد کم است، اما دنیا زیادم که باشد کم است. برای همون بحث دیروز که دیروز اشاره شد، خدای سبحان می فرماید غطاء الدنیا قلیل، چون چیزی که گذراست و از بین رفتنیست کم است، حالا یا زود از بین برود یا دیر، و چیزی که برای ابد میماند خیر کثیر است، خواه کم خواه زیاد. لذا درباره علم و معرفت با اینکه فرمود و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، مع ذلك همین قلیل را خیر کثیر نامید. در سوره مبارکه اسراء آیه 85 این است که ویسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. همین اندازه علمی که مربوط به شناخت خدا و قیامت و جهان حقیقت و هستی است، ولو کمم که باشد حکمت است و خیر کثیر. این که فرمود و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اگر قلت نسبی باشد، یعنی نسبت به علم ذات اقدس اله کم است، این حق است، چون انسان علوم اولین و آخرین را هم پیدا کند باز نسبت به ذات اقدس اله قلیل است. ولی اگر منظور آن باشد که در جهان علوم فراوانی هست، موجودات امکانی علوم فراوانی دارن، ولی انسان مقداری از اون علوم فراوان را دارد، اگر این چنین مراد باشد، این منظور موجب جزئیه است نه کلیه، یعنی بعضی از انسانها توان اون را ندارن که خیلی علم به اونها داده شود، وگرنه در بین انسان‌ها کسانی هم هستن که و علم آدم الاسماء کلها نصیبش می شود. این کریمی که قبلا بحثش گذشت در همین سوره مبارکه بقره آیه 31 نشانه آن است که انسان می تواند به همه حقایقی که در جهان امکان است برسد. البته اون چی که در غیب ذات اقدس اله است راهی ندارد. اگر بنا شد در جهان امکان چیزی عالم بشود و کسی عالم بشود، سزاوارتر از انسان کامل کسی نیست. لذا فرمود و علم آدم الاسماء کلها. فرشته هایی که خودشون حامل وحیان و ایدی سفره کرام برره هستند، اینها در پیشگاه انسان کامل ساجدند. و اگر گفته شود که انسان توان اون را ندارد که بار همه این معارف را به دوش بکشد، برای اینکه خلق الانسان ضعیفا، این ضعف مال جنبه طبیعی انسان است نه جنبه فطری. خدای سبحان کارها و تکالیف بدنی را که تشریح میکند میفهمد انسان چون ضعیف است خیلی کار سنگین به عهده او نیست، اما وقتی سخن از معنویات و علوم و معارف هست میفهمد باری که آسمان ها نمیتوانند بردارن انسان برمیدارد. خب اگر ضعیف بود که از همه آسمان ها قوی تر نبود. یک بخش از قرآن عهده‌دار بیان ضعف طبیعی انسان است، یک بخش از قرآن عهده‌دار بیان قدرت فطری انسان است. در سوره مبارکه نساء آیه 28 این چنین است که یرید الله ان یخفف عنکم و خلق الانسان ضعیفا. خدا میخواهد مقداری از تکالیف قبلی را تخفیف بدهد، حدوثاً یا بقاءاً تکلیف سهلی بر شما تحمیل کند، چون انسان ضعیف است. اما میفرماید عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحمل الانسان انه كان ظلوما جهولا. سوره مبارکه احزاب آیه 72. خب این چه موجود ضعیف است که از همه آسمان ها قوی تر است، از همه سلسله جبال قوی تر است، از کره ارض نیرومندتر است؟ اگر ضعف است مال بدن اوست، و اگر قدرت است مال روح اوست به فطرت او نه مال طبیعت او. خب اگر یک باریست و امانتیست که آسمان ها از حمل آن به سطوح آمدن و میسور اونها نبود و فقط انسان است که حمل میکند، پس خلق الانسان قوی من السماوات والارض. اگر سخن از
این است که انسان چون ضعیف هست نمیتواند بار حکمت که خیر کسی راست بکشد، این بار را فطرت او و روح او میکشد نه طبیعت او و تن او. لذا در حالی که فرمود و خلق الانسان ضعیفا، در همین حال میفرماید باری میبرد که آسمان ها توان اون را ندارند. پس نمیشود گفت این که انسان توان اون را ندارد مگر به همون اندازه که در سوره اسراء اشاره شد که به ما اوتیتم در علم الا قیلا. و ما اوتیتم نمی این معناست که دیگر در بین انسان ها کسانی پیدا نمی شوند که از علم برتر با اطلاع باشند. این طور نیست. انسان ها هستند که علم آدم الاسما شامل حال اونها هم بشود. چون اکثر انسان ها این امانت را درست مقصد نمی رسانند ظلوم جهودن، وگرنه حمل شده است نه تحمیل شد. یه وقت است که خدا می فرماید ما تحمیل کردیم او حمل نکرد، نظیر مثل لذین هم را تورات سنبلم یحمل ها که مثل الحمار، یعنی اینها به تورات مکلف شدند ولی عمل نکردند. این تحمیل بی حمل است، این نشانه قدرت نیست. اما یک وقت سخن از حمل است. فمود انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها. این ابای اشفاقی است، نه ابای استکباری که شیطان ابا واستکبره بود، اون ابا مذموم است. اما این ابا ابای اشفاقی است، یعنی مقدورشون نبود. فابين ان يحملنها واشفقن منها اما و حمل اهل انسان. منتها در مقام عمل اکثری اینها به ظلم و جهل تن در دادن که جهلش مربوط به علم اوست یعنی در مقابل علم است، و ظلمش در مقابل عدل اوست یعنی در مقابل عقل عملی اوست. نه البته بحث دنیا نیست، ولی اون دنیایی که پس نیست، یعنی این نشأه زندگی، این آیت الهی است، این هرگز مذموم نیست. در بحث‌های قبل هم گذشت دنیا را که خدا مذمت کرد، همون دنیا جز فریب و نیرنگ نیست، یه همون عناوین اعتباری است. این مقام مال من است، این میز مال من است، این عناوین مال من است. تکاثر در شاگرد، تکاثر در مأموم، تکاثر در مقلدین، تکاثر در وجود، تکاثر در همین اوهام، این میشه دنیا. وگرنه زمین جای بسیار خوبی است، آسمان بسیار خوب است، دریا بسیار خوبه، صحرا بسیار خوبه، هوا بسیار خوبه، فضا بسیار خوبه. این حیات در این جای تجارت است. از اینکه این مال من است، من اینقدر تابع دارم، این دنیاست. این جز نیرنگ چیز دیگر نیست. بر تمام مذمت هایی که در قرآن کریم شده است به طبیعت برمیگردد. خلق الحلوا، خلق الوفا، کان الانسان قطورا، کان الانسان عجولا، اینا همش به طبیعت برمیگردد. اما اقم و شکل دین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها، این به فطرتش برمیگردد. یعنی اگر شخص خود را به طبیعت بفروشد بالاخره خل انعام است، ولی طبیعت را رام بکند در اختیار فطرت قرار بدهد مسجود ملائکه است. در این کریمه که فرمود خیر کثیر به افراد خاص داده می شود، یعنی خود حکمت فی نفسه خیر کثیر است، و اگر از این حکمت به مقدار کثیر به کسی داده شده است، اون دیگر فضلی است که احدی قدرت احسای او را ندارد. خود حکمت فی نفسها خیر کثیر است، و اگر انسانی توانست به جایی برسد که مصداق و علم آدم الاسماء کلها باشد، اون کوثریست در کوثر. و چون حکمت همونطوری که در بحث دیروز ملاحظه فرمودید دو قسم بود، یک قسم حکمت نظری، یک قسم حکمت عملی، و حکیم کسی بود که هم جهان بین خوبی باشد و هم جهان دان خوبی باشد و هم جهان دار خوبی باشد. معصومین علیهم السلام، ائمه علیهم السلام، اولیای الهی علیهم السلام همین دو چیز را از خدا طلب می‌کردند. می‌گفتند خدایا به ما فهم خوب و اخلاص خوب بده.
این بخش اخلاص و اراده و نیت و همت و اینها برمیگردد به عقل عمل، اون فهم خوب برمیگردد به عقل نظر، اون عقل نظر که فهم خوب دارد اون مفهومش متعلق فهمش یا هست و نیست است یا باید و نباید، یا فیلسوف خوبی است یا فقیه ماهری است. فقه باید و نباید است، اخلاق باید و نباید است، فلسفه هست و نیست است، و همه اینها را انسان با نیروی خوب فهم می‌فهمد. اگر کسی در فهم قوی بود، یعنی به دقت می‌تواند بررسی کند که در جهان چی هست و چی نیست و چه باید کرد چه نباید کرد، این نیمی از کمال را تهیه کرده است. و اگر در مسئله اراده، در مسئله نیت، در مسئله اخلاص، در مسئله همت، در مسئله عزم یه آدم قوی بود، نیمی دیگر را تأمین کرده است. در حکمت نظری اگر عقلش جازم بود به کمال رسید، ولی نیمی از راه. در عقل عمل اگر اون عقلی که بهی عبد الرحمن عازم بود نه جازم، نیم دیگر را تهیه کرد، چون جزم مال عقل نظر است، عزم مال عقل عمل است. اون عقلی که بهی عبد الرحمن و یکتسب الجنان، اون باید تصمیم بگیرد، تصمیم مال اوست، عزم مال اوست، اراده مال اوست، اخلاص مال اوست. هر اندازه در این راه کامل شد، عقل عملیش کامل می شود. نه اینکه اگر فقه خوب بلد بود، اخلاق خوب بلد بود، عقل عملی او خوب باشد. عقل عملی چیزی است، به حکمت عملی چیزی دیگر. معصومین علیهم السلام هر دو امر را از خدا مسئلت می کردن، عرض می کردن خدایا فهم خوب، اخلاص خوب، بندگی خوب، شناخت خوب. در جریان مسیح سلام الله علیه، خدای سبحان به او این دو مطلب را اعطا کرده است. خودش هم از این دو مطلب سخن میگوید. درباره ابراهیم سلام الله علیه این چنین است، درباره رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این چنین است. سوره مبارکه مریم آیه 30 به بعد این است که قال انی عبد الله آتانی الکتاب و جعلنی نبیین و جعلنی مبارکن اینما کنتو و اوصانی به صلاته و زکاته ما دمت حیاً و برن به والدتی ولم یجعلنی جبارن شقیا. من بنده، یعنی به ربوبیت حق عالمم، به عبودیت خود عالمم، به نبوت خود عالمم، اینا مال علم، اما من موجود پربرکتیم، هر جا باشم منشأ برکتم. دستور نماز و روزه به من داده شد، من به مادرم خیلی احسان میکنم، اینا حکمت عملی است در کنار عقل عملی. یعنی عقل عملی که بهی یعبد الرحمن و یکتسب به الجنان دارم، که هر جا قدم نهادم پربرکت شدم. و به همین معیار هم در همین سوره مبارکه مریم آیه 36 اینچنین می‌فرماید و ان الله ربی و ربکم فاعبدوه. یکی حکمت نظری است، دیگری حکمت عملی. خدا رب من و رب شما است، باید خدا را عبادت کنی، پس باید خدا را عبادت کنی. البته این یک قیاسی است که مقدمه متویه هم دارد. خدا رب است، این صغرا، رب را باید عبادت کرد، این کبرا، پس خدا را عبادت کنید، این نتیجه. که این قیاس یک مقدمش هست است، یک مقدمش باید است. چون باید هر است و هست است و نتیجه تابع اخص مقدمه تین است، از قیاسی که یک مقدمش هست است و یک مقدمش باید، نتیجهش باید خواهد بود، نه هست. خدا هست، خدا رب است، رب را باید عبادت کرد، پس خدا را باید عبادت کرد. ان الله ربی و ربکم فاعبدوه.
این جمع دو حکمت است. چون که ابراهیم سلام الله علیه هم از خدای سبحان همین دو امر را مسئلت می کند. آیه 83 سوره شعرا این است که رب هب لی حکمن و الحقنی بالصالحین، حکمتی بده که بفهمم، توفیقی بده که عمل کنم و صالح بشوم و به صالحین ملحق بشوم. همین دو معنا را خدای سبحان بر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دستور میدهد. آیه 19 سوره 47 که به نام اون حضرت است این چنین آمده: فعلم انه لا اله الا الله، این علم توحید، و استغفر لذنبک و للمؤمن و المؤمنات، این عبادت، استغفار بکن مال عقل عملی است، چون کار است. بفهم که در جهان غیر از ذات اقدس احدیت الهی نیست، این کار عقل نظری است، اون مربوط به هست و نیست است. بفهم خدا هست و شریک نیست و بکوش از خدا طلب مغفرت کنی، یکی نظر و دیگری عمل. فعلم انه لا اله الا الله و استغفر لذنبک و للمؤمنین و المؤمنات. از این کریمه استفاده کردن که خیر العباده العلم التوحید و خیر العباده الاستغفار، که در روایات هم به همین مضمون آمده است به استناد همین آیه 19 سوره 47. پس حکمت را چه نظر چه عمل خدای سبحان به هر که بخواهد اعطا میکنه. اما گاهی خدای سبحان حکمت نظری را، نون حکمتی که انسان با داشته او حکیم میشود، متین میشود و صالح میشود که بخشش به عقل عملی او برمیگردد، به اون معنا نه، اصل علم به هستونیست یا علم باید و نباید، این علم را خدای سبحان ممکن است به منافقم بدهد. یعنی یک منافق ممکن است درس بخواند در مسائل جهانبینی خوب بفهمد، در مسائل فقه و اخلاق هم خوب اظهار نظر کند، اما این فقط دارای عقل نظری است. اون حکمتی که با عقل عملی آمیخته است که بهی عبد الرحمن و یکتسب به الجنان، اصلا نصیب منافق نخواهد شد. و این که در بیانات هست امیر سلام الله علیه آمده است که حکمت را گرچه از منافقم شنیدید بگیرید، این ناظر به اون بخش از حکمت است. در کلمات قصار هست امیر سلام الله علیه شماره 79 و 80 این روایات آمده است: فمود خزر حکمه انا کانت، مطالب علمی عمیق را هر جا باشد بگیرید. فان الحکمت تکون فی صدر المنافق فتلج لجو فی صدره حتی تخرج فتسکن الی سواهبها فی صدر المؤمن. گاهی اونها یه حرفای خوبی یاد میگیرن، بالاخره خواه ناخواه با قلم یا با بیان میگوین و سرانجام در آخر عمر هر چی خوندن از یادشون میرود و این حکمت به صاحب اصلیش که مؤمن است برمیگردد و همونجا میماند. خب این حکمتی که فرمود در قلب منافق است و بالاخره با زبان او یا قلم او بیرون میآید، شما اگر دیدید یا شنیدید استفاده کنید، این فقط درباره حکمت نظری است. اون حکمتی نیست که اگر کسی صرف اون را به شرط لای از عمل داشت بشود خیر کثیر، این چنین نیست. اون حکمتی خیر کثیر است که با آیات قبل و آیات بعد هماهنگ باشد. صرف دانستن که انفاق نیست، او امساک است، چه انفاقی؟ به قرینه آیات گذشته و آیاتی که در پیش داریم، خدا دارد انفاق میکند و انسان حکیم آدمی است اهل انفاق، آدمی است که خاطرات شیطانی را از خاطرات رحمانی تمیز میده. این حکمت است که خیر کثیر است و این هرگز در قلب منافق نیست.
نه این استغفار دفع است. در همون الله ولی الذین اشاره شد که برای معصومین علیه السلام دفع است و برای غیر معصومین احیانا دفع و رفع، یعنی از خدای سبحان مرتبا طلب مغفرت بکن که مبادا گرد توجه به غیر بر دامن هستیت بشیند. در جمله بعد آمده است که الحکمت زالت المؤمن، زاله یعنی گم شده، فخذر حکمت ولو من اهل النفاق، مؤمن اگر حکیمم نباشد صاحب حکمت است، برای اینکه فطرت او فطرت حکیمانه است و فعلا اون را گم کرد و مال اوست. این نشانه آن است که مالک اصلی حکمت مؤمن است و بین حکمت و ایمان مؤمن یه پیوندی بود، و اگر مؤمن فعلا دارای حکمت نیست متاع خود را گم کرد، مال اوست. در یک عالم دیگری، در یک نشأه دیگری این را داشت و فعلا دارد پیدا می کند، نه اینکه اگر در جهان هست طبیعت علمی نصیبش شد تازه بشه ابتدایی، بلکه این علوم سابقه دارد و فعلا گم کرده است و این گم شده را جستجو می کند تا پیدا کند. اما فطرت را قد خواب من دستاها، این فطرت را زنده به گور کرده، دسیسه کرده، دفن کرده، روی قبر فطرت نشسته در دسیسه می کند. الحکمت زالت المؤمن فخذ الحکمه ولو من اهل النفاق. این شاید به همون برگردد که در عالم دیگر که ارواح بودن عالم بودن و تمام این سمع و بصر و اینها شاید زمینه باشد برای تذکار. حالا تلازمی با مصول ندارد، تلازمی با خلق الله الارواح قبل الاجساد دارد، نه تلازم با مصول. مطلب دیگر آن است که در همین نهج البلاغه خطبه 150 و خطبه 133 معنای حکمت را بازگو فرمود و راه حکیم شدن را هم روشن فرمود. در خطبه 133 فرمود حکمت به قدری عزیز و گرامی است که انسان از او خسته نمی شود، و اگر ما خواستیم بفهمیم حکمت چقدر عزیز و لذیذ است، لذیذترین اشیا را به او تشبیه میکنیم، نه او را به لذیذترین اشیا تشبیه کنیم. فرمود زندگی چقدر عزیز است، حیات چقدر شیرین است. این حیات مثل اون حکمت است، نه حکمت مثل حیات است. حیات و زندگی ظاهری مثل حکمت است. فرمود و علمو انه ليس من شيء الا ويكاد صاحبه يشبع منه ويمله. چیزی نیست در عالم طبیعت مگر اینکه صاحب اون چیز ممکن است از او خسته بشود یک روزی. الا الحیات فانه لا يجد في الموت راحه. هیچ کس در مرگ راحتی نمیبیند. اونها هم که دست به انتحار میکنن چون خیال میکنن مرگ یعنی نابودی، میگوین من تا زندم احساس میکنم، میخواهم این احساس را بگیرم، مثل سنگ بشوم که حساس نباشم. خیال میکند با مردن نابود میشود، غافل از این که با مردن تمام مشاعر او تازه اولین روز شکوفایی اونهاست. او اگر بداند تمام دردها با مرگ ظهور میکند هرگز دست به انتحار نمیزند. او خیال میکند مرگ یعنی خاک شدن. فرمود فانه لا یجد فی الموت راحة و انما ذلک بمنزلة الحکمة التي هي حیاة للقلب المیت و بصر للعین العمیاء و سمع للأذن السماء و رجع للظمآن و فی حلقنا کله و سلامه. فرمود حیات به زندگی به منزله حکمت است. این حکمت اگر در دلی نباشد اون دل مرده است، و اگر اون دل حکمت یافت زنده می شود. انسانی که صاحب حکمت است و قلبش زنده شد
چشمش نور پیدا میکند. دیگران که حکیم نیستن، حکمت ندارن، عین دارن نه بصر، نظر دارن نه رؤیت، نگاه دارن نه دیدن. تو فقه، تو بحث دیات ملاحظه فرمودید که دیه اعضا غیر از دیه منافع است. یه وقتی چشم کسی را آسیب میرسانن، یک وقتی به بینایی او آسیب میرسانن. سمع غیر از اذن است، بصر غیر از عین است. برای عین یک دیه است، برای بصر دیه دیگر. برای اذن یک دیه است، برای سمع یک دیه دیگر. منافع اعضا اون نیروهای ادراکی است، چشم ابزار اون نیروست. اگر کسی حکمت نداشت، قلبش روح ندارد اولا، چشمش بینایی ندارد ثانیاً، گوشش شنوایی ندارد ثالثاً، و دستگاه جهاز هاضمه او عطشان است، آب گواران ندارد رابعاً، و هاکذا. فإنما ذلك بمنزلة الحكمة التي حياة للقلب الميت و بصر للعین العمیا و سمع للاذن السما و ری سیراب شدن للسمعان و فی حلقنا کله و سلامه. بقیه امر بر این است که انسان از کجا این حکمت را پیدا کند. یقین میدانیم که حکمت به دست خداست و یقین داریم هر که را او بخواهد میدهد و یقین داریم که او حکیمانه تقسیم می کند. دارای اراده جزافیه و مانند آن نیست معاذ الله که بی حساب بدهد. پس افرادی را که حکمت می دهد حساب شده می دهد. چی باید جزء افرادی قرار بگیرد که خدا بخواهد او را حکمت بدهد؟ در همین کتاب قیم نجم خطبه 150 این چنین فرمود: وقتی قرآن را و معارف قرآن را تشریح می کند، شب زنده‌داری را و احیای لیل را توضیح می دهد، می فرماید مردانی هن که لا یبصر القائف اثره ولو تابع نظره، کسانی هن که به دور از چشم جامعه به سر می برند. هیچ کس اینا را نمی شناسد، نه دایه‌ای دارن، نه تظاهری دارن، نه تظاهر قولی و نه تظاهر فعلی. هر قیافه شناسی هم به دنبالشون راه بیفته نمیتواند بشناسد ولی الله کیه توی مردم. ولو تابع نظره، قائف همون قیافه شناس، اثر شناس. ثم لیوش حزن فیها قومون شهز القین النسله، ادهی در همین نشعه دارن ابزار تیز میکنن، همون طوره که آهنگر آهن رو تیز میکنن، شمشیر رو تیز میکنن، اینا دارن ذهن رو تیز میکنن، دل رو تیز میکنن، قبار روبی میکنن، گردگیری میکنن. خب با چی؟ همون تجلا به تنزیل ابزارها و یورما به تفسیر فی مسامعه و یغبقون کأسل حکمت بعد از صبوح. اینا با تنزیل الهی چشمشون رو سیغل میدن، با تفسیر الهی گوششون رو شنوا میکنن. اینا این چنین نیست که یک قدح بنوشن، دائما دارن قدح مینوشن. کأس اون قدح پر هست، اون ظرف خالی رو نمیگن کأس. فرمود اینا شب مینوشن، صبح مینوشن. یغبقون کأسل حکمت بعد از صبوح، یعنی صبح وقتی این کاسه را سر کشیدن، این چنین نیست که باز فردا صبح این کاسه را سر بکشن، بلکه شب هم سر میکشن. یغبقون کأسل حکمت بعد از صبوح، نفس صبوح، نه فقط در شب نماز شب و نافله شب و بین طلوع عین و صبحونا، بلکه بعد از صبح هم با سر می کشن. خب یه همچه آدمی می شه حکیم، و اگر چون چه بخواهد چشم را باصره کند و اذن را سامعه کند و اون آتش درونی را سیراب کند و اون قلب مرده را زنده کند،
و به تعبیر نهایی که فرمود فی حلقنا کله و سلام بار یابد، چاره جز این نیست که تجلا به تنظیر افسارهم و یرما به تفسیر فی مسامعهم و یغبغون کأس الحکمت بعد السبوح. والحمد لله رب العالمین.